فصل چهارم. پس چون مسیح متحمل درد و رنج‌های جسمانی شد، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی شود و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی. زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا ناشناسان میل انجام آن را دادن کرده اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی و عیاشی و مجالس میگساری و بت‌پرستی شرم‌آور سپری می شد. و اکنون آنها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بیبند و بار با آنها شرکت نمی کنید، تعجب می کنند و از شما بد می گویند. اما آنها روزی باید حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است پس بدهند. چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینکه آنها گرچه مثل همه آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای حیات الهی شوند. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید. مهمتر از همه محبتتان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد. زیرا محبت گناهان زیادی را می‌پوشاند. با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. مثلا کسی که وعظ می کند، طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد. و آن که خدمت می کند با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید خدمت کند، تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابند. آری جلال و قدرت تا ابد از آن او باد. آمین. ای عزیزان، از آزمایش‌های سختی که برای امتحان شما پیش می‌آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است. در عوض از اینکه در رنج‌های مسیح شریک شده اید شادمان باشید، تا در وقتی که جلال او ظاهر می‌شود شادی و خوشی شما کامل گردد. خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا در آن صورت روح پر جلال الهی در شما ساکن است. امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دچار زحمت نشده باشید. اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می‌بینید، ناراحت نشوید. بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید، خدا را شکر کنید. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می شویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ و اگر نجات نیکان اینقدر دشوار است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ بنابراین، اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج زحمت شده است، باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا می‌کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد.